هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین. سلام و درود بر شما عزیزان. از سری مجموعه داستان‌های کوتاه و آموزنده زندگی در مه، گردآوری مسعود لعلی. سالها پیش در کتاب ضرب المثل‌های قدیمی به جمله مهمی برخورد کردم: آنجا که آرمانی وجود نداشته باشد، مردم از بین خواهند رفت. مدت زمانی طولانی گذشت تا به راستی معنی این جمله را دریابم. برای مشخص شدن معنی آرمان و هدف، این مثال را در نظر بگیرید. فرض کنید در شبی زمستانی مه غلیظی همه جا را فرا می گیرد. لحظه‌ای که متوجه می شوید تا فاصله بیش از 10 متری را نمی بینید، چه احساسی خواهید داشت؟ احتمالاً اولین احساس شما توأم با اندکی ترس است. به احتمال بسیار زیاد فوری ترمز را فشار می دهید و سرعت اتومبیل خود را تا حد زیادی کاهش می دهید و به حدی می رسید که مطمئن شوید به کسی یا چیزی برخورد نخواهید کرد. اجازه دهید تجربه را به سطحی دشوارتر ببرم. تصور کنید به تدریج مه به حدی می رسد که شما فقط تا چند قدمی خود را می توانید ببینید. ممکن است شیشه خود را پایین بکشید تا بتوانید خط کشی وسط جاده را ببینید. تجربه ناراحت کننده است که شما نمی توانید اتومبیل خود را در کناری متوقف کنید، چون این نگرانی وجود دارد که کسی از عقب به اتومبیل شما بزند. از طرفی نیز نگران هستید که در ادامه حرکت با اتومبیل جلویی یا اتومبیلی که از سمت دیگر جاده می آید برخورد کنید. راجع به احساس خود زمانی که از درون این مه خارج می شوید فکر کنید. در ابتدا به جای اینکه تا 3 قدمی خود را ببینید، می توانید تا 4، 6 و یا 8 قدمی خود را به وضوح ببینید. سپس پیچ بعدی جاده نیز قابل رویت می شود و ناگهان مه ناپدید می شود و شما تا آنجا که نور چراغ‌های جلوی اتومبیلتان اجازه می دهد را خواهید دید. اولین احساس شما چیست؟ علاوه بر احساس آرامش فکری و جسمی، به احتمال بسیار زیاد پایتان از ترمز به روی گاز می رود. به تدریج به سرعت خود اضافه خواهید کرد. دیگر عرق نخواهید کرد. دستهایتان را خشک می کنید، آرنج خود را روی دستگیره کناری قرار می دهید و رادیوی اتومبیل را دوباره روشن می کنید. زمانی که با سلامتی از مه خارج شدید، راجع به تنها عاملی که باعث تغییر شرایط بوده فکر کنید. عاملی که ممکن است فقط برای چند ثانیه طول کشیده باشد. تنها چیزی که تفاوت کرد چشم‌انداز شما بود. توانایی شما برای دیدن چشم‌انداز به شما کمک می‌کند که جاده فراروی خود را ببینید و از این رو نگران نباشید. بدون چشم‌انداز، همانطور که در آن ضرب المثل قدیمی آمده است، شما در خطر نابودی قرار می‌گیرید. آیا مه غلیظی زندگی شما را فرا گرفته است؟ تمام احساسات منفی مثال بالا در مورد رانندگی در مه ممکن است زمانی که زندگی شما را مه گرفته است برای شما تکرار شود. این حالتی است که هیچ چشم‌اندازی برای زندگیتان، شغلتان، خانوادهتان، خودتان و برای آنچه می‌خواهید به دست آورید نداشته باشید. زمانی که چشم‌اندازی از آنچه پیش رویتان است نداشته باشید،
تجربه نظیر آنچه در رانندگی در مه با آن مواجه بودید خواهید داشت. زمانی که زندگیتان را مه گرفته باشد، شرایط در بسیاری جهات خطرناکتر از رانندگی در مه است. زمانی که در مه رانندگی می کنید، با اطمینان بسیار بالا می توانید بگویید که این حالت گذراست. اما وقتی مه زندگیتان را فرا گرفته باشد، امکان دارد برای همیشه تداوم یابد. فقدان چشم‌اندازی آرمانی باعث ناتوانی جسمی و روانی خواهد شد. برای شما برخاستن از بستر خواب کاری دشوار می شود. همه کارها را به اجبار انجام می دهید. برای هیچ کاری هیجان ندارید، انتظار هیچ خبری در طی روز ندارید و صبح با عشق به کاری از خواب بر نمی خیزید. در بهترین حالت شما فقط دنبال گذران روند زندگی هستید. در زندگیتان لذتی وجود ندارد و هدفی برای محقق شدن نیست. اما لحظه‌ای که چشم‌انداز آرمانی زندگی خود را بنا کنید، توان و انرژی به شما باز خواهد گشت. بی‌صبرانه منتظر رسیدن صبح هستید. دقیقاً می‌دانید به کجا می‌روید و چرا کاری را انجام می‌دهید. همان هیجانی به شما دست خواهد داد که در لحظه خروج از مه با آن مواجه شدید. پای خود را بر روی پدال گاز فشار می‌دهید تا به مقصد برسید. زندگی زمانی که با آرمان توأم باشد، حالتی از اضطراب به آن اضافه خواهد شد. انتظاری بی‌صبرانه برای زندگی. افراد بزرگ و موفق این حالات را تجربه کرده اند. ایمان یعنی اعتقاد به آنچه اکنون قادر به دیدنش نیستید و پاداش آن نیز دیدن چیزی است که به آن اعتقاد دارید. ممنون از شما عزیزان که در کانال هدهد با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. هدهد برای شما سخن می گوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین.